سرخط مهمترین خبرها. دیدار غیر مترقبه وزیر دفاع آمریکا از افغانستان. واکنش تند ریاست جمهوری در پیوند به گفته های سفیر روسیه در کابل. و تصویب طرح استحضار جمهوری کره جنوبی از سوی پارلمان آن کشور. سلام، با پیشکش مجموعه خبری از تلویزیون جهانی خورشید با شما خواهیم بود. جمعه امروز 19 قوس 1395 هجری خورشیدی برابر است با 9 دسامبر سال 2016 میلادی. من سید فرید سنایی هستم. وزیر دفاع آمریکا در یک سفر غیر منتظره به کابل آمد و بار دیگر همکاری درازمدت کشورش را با نیروهای امنیتی افغانستان تعهد کرد. اشتون کارتر میگوید نیروهای امنیتی توانایی نبرد در برابر هراس افغانان را دارد و هر دو کشور گروههایی را که امنیت و ثبات کابل و واشنگتن را مورد تهدید قرار دهند نابود خواهند کرد. چهارمین سفر اشتون کارتر به افغانستان با پیام ادامه کمک و پشتیبانی از نظامیان افغان برای سرکوب هراس افغانان در این کشور. اشتون کارتر پیش از چاشت امروز در یک سفر غیرمنتظره به کابل آمد. و پس از چند ساعت گفتگو با رئیس جمهور غنی در کاخ ریاست جمهوری در نشست خبری حاضر شد. آقای غنی امریکا را متحد خوب برای نیروهای امنیتی و یک دوست خوب برای مردم افغانستان دانست. در دو سال گذشته که سالهای دشوار بوده، اعتبار شما سر یک افغانستان با ثبات، یک افغانستان با امنیت به حیث یکی از کلیدای صلح و ثبات جهانی بر ما دارای اهمیت ویژه بوده. رئیس جمهور تصمیم ماندن نیروهای آمریکایی را تا سال 2017 انگیزه بالا برای نیروهای امنیتی افغانستان به خاطر سرکوب هراس افغانان می‌داند. و او تصمیم بود که قوای ایالات متحده آمریکا ممد قوای امنیتی و دفاعی افغانستان خواهد بود. او میگوید امریکا برای اجماع جهانی به خاطر تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی افغانستان نقش مهمی را بازی کرده است. جناب کارتر، شما در ایجاد اجماع بین‌المللی برای تجهیز، تمویل و تعلیم قوای امنیتی و دفاعی افغانستان در کنفرانس وارسا نقش کلیدی را بازی کردید. وزیر دفاع آمریکا حضور نیروهای امنیتی کشورشان را در کنار نیروهای امنیتی افغانستان به هدف نابودی هراس افغانان و رسیدن ثبات دوامدار در این کشور می‌داند. مبارزه با هراس افغانان را ادامه می‌دهیم. ما در کنار نیروهای امنیتی این کشور گروه‌هایی را که ثبات و امنیت آمریکا، افغانستان و همپیمانان ما را تهدید می‌کند در برابرشان ایستادگی خواهیم کرد. آقای کارتر می‌گوید نیروهای امنیتی افغانستان توانایی نبرد در برابر هراس افغانان را دارند. نیروهای امنیتی افغانستان نشان دادند که توانایی نبرد در برابر هر گروه هراس افغان را دارند. دفع حمله‌های طالبان و قبراندن یک لزگوشی، دفع حمله‌های طالبان و قبراندن این گروه ها نمایانگر قابلیت های نیروهای امنیتی افغانستان می باشد. یک بار دیگر همکاری دوامدار و دراز مدت راهبردی خود را برای رسیدن افغانستان به یک کشور باثبات ادامه خواهیم داد. با این همه یک بار دیگر آمریکا از حضور و همکاری با نیروهای امنیتی افغان در افغانستان سخن می زند که در نشست وارسا جامعه جهانی برای تجهیز، تمویل و کمک مالی به نظامیان افغان سالانه 5 میلیارد دلار را تا 4 سال تعهد کردند. روسیه باید در عوض مخالفان مسلح دولت از حکومت مشروع افغانستان پشتیبانی کند. حکومت افغانستان در واکنش به گفته های دیروز سفیر روسیه در کابل تاکید دارد که پشتیبانی کشورهای منطقه از گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان به سود هیچ کشوری نیست. شکیب مولی‌زاده با جزئیات بیشترین خبر. اعتراف روسیه به ارتباطش با طالبان و تاکید حکومت بر قطع این رابطه. روز گذشته سفیر روسیه در کابل از رابطه کشورش با طالبان به دلیل نگرانی از گسترش حضور داعش در افغانستان و هراس از به خطر افتادن امنیت شهروندانشان خبر داد. ما برای تامین روابط شهروندان خود با طالبان تماس داریم. در کنار آن می‌خواهیم در روند گفتگوهای صلح این کشور نیز سهم داشته باشیم. باید بگویم که کشورهای دیگر مانند آمریکا، آلمان، پاکستان، ایران و قطر برای سهمگیری در روند گفتگوهای صلح با طالبان در تماس هستند. اینکه تلاش‌های ما بحث برانگیز می‌شود برای مسکو نیز پرسش جدی را به میان آورده است.
حکومت افغانستان در واکنش به این اظهار نظر سفیر روسیه در کابل بر قطع روابط مسکو با طالبان تاکید کرده و از روسیه می‌خواهد در عوض همکاری با مخالفان مسلح کشور به گونه مستقیم به همکاری با حکومت افغانستان بپردازند. تهدید مشترک که بر منطقه و جهان است باید مشترک مبارزه شود. افغانستان همواره تشویق کرده و کار کرده که رابطه دولت با دولت باشد نه با گروه‌های مختلف. پیش از این وزیر خارجه کشور نیز گفته بود که ارتباط کشورهای منطقه با مخالفان مسلح نظام و سود هیچ کشوری نیست و از آنان خواسته بود تا همکاریشان را با حکومت مشروع افغانستان بیشتر سازند. کشورهای منطقه باید در عوض تامین روابط با مخالفان مسلح نظام با حکومت افغانستان همکار شوند و برای تامین صلح در کشور از حکومت مشروع پشتیبانی نمایند. با آنکه ارتباط روسیه با طالبان افغان موضوع تازه‌ای نیست، اما از چندی به این سو با گسترش فعالیت‌های داعش در افغانستان به نظر می‌رسد این رابطه مستحکم‌تر شده است، موضوعی که نگرانی‌های شهروندان و مقام‌های افغان را برانگیخته است. حکومت برای سرکوب هراس افغانان راهبرد امنیتی دقیق ندارد. هیئت اداری مجلس نمایندگان حکومت وحدت ملی را به نداشتن راهبرد امنیتی دقیق متهم کرده و تاکید می‌ورزند که با تقاضاهای پیهم از حکومت تا هنوز دولت مردان کشور این راهبرد را برای بازنگری به مجلس نمایندگان نفرستاده است. مبارزه با هراس افغانان در دو سالی که نیروهای امنیتی کشور مستقلانه مسئولیت‌های امنیتی را بر دوش گرفتند، پیچیده‌ترین مباحث دولتداری در کشور را شکل می‌دهد. اما در تازه‌ترین رویکرد، هیئت اداری مجلس نمایندگان حکومت را متهم می‌سازند که برای رویارویی با هراس افغانان راهبرد مناسب امنیتی را ندارند. استراتژی پاسخگو را تدوین بکنند، این وقت‌کشی نشود که در فصل زمستان ما نه تنها تحکیمات در مراکز شهر بلکه برای تصفیه مناطقی تحت کنترل دشمنا و تروریسم برای پاکسازی برنامه عملی عملیات روی دست بگیرند. یک بار دیگر تاکید میکنم باورها بر این است که حکومت در تهیه راهبرد امنیتی قوی غفلت کرده و این امر سبب افزایش ناهنجاری های امنیتی گردیده است. متاسفانه کوم استراتژی چې مونږ باید لرلای او هغه ملي شورا سره مشوره شوی وای هغه استراتژی مونږ نه لرو. متاسفانه دی مونږ هر اور استراتژی او پالیسی بدلیږي. اما آگاهان نظامی به این باورند که ایجاد راهبرد امنیتی بر بنیاد قوانین نافذه انجام می شود و از لحاظ حقوقی هیچگاهی راهبرد امنیتی حکومت به مجلس نمایندگان فرستاده نمی شود. این پلان باز و استراتژی باز نمیره در مجلس دیگه. اینا چی میکنن؟ 200 ورقه میخوانن یعنی چی؟ اما ریاست جمهوری کشور از ایجاد راهبرد 5 ساله امنیتی برای مبارزه با هراس افغانان داخلی و بیرونی خبر میدهد. پلان منسجم 5 ساله منظم ترتیب شده و وزارت دفاع ملی افغانستان میتونند که جزئیات بیشتر تا حد امکان را برای نماینده مردم شریک بسازند. اعضای مجلس نمایندگان در حالی از ضعف راهبرد امنیتی در کشور انتقاد میکنند که نهادهای امنیتی تعهد سپرده بودند برای جلوگیری از تحرکات طالبان در بهار آینده در فصل سرما عملیات گسترده نظامی را راه اندازی مینمایند. تقسیم پست های نهادهای امنیتی میان مقام های دولتی و تنظیم ها سبب تامین نشدن امنیت و دست به دست شدن مناطق میان نیروهای مسلح کشور و گروه های هراس افغان شده است. نظامیان پیشین به این باورند که گماشتن افراد در نهادهای امنیتی بر بنیاد قانون نبوده و همین امر سبب ناهماهنگی میان نیروهای مسلح کشور نیز شده است. احمد شکیب محمدی گزارش می دهد. نیروهای مسلح کشور از همین اکنون در میدانهای داغ نبرد برای سرکوب هراس افغانان میرزمند، نبردی که عملیات زمستانی این نظامیان نامیده می شود. ما عملیات های خود به خاطر از بین بردن محلات سوق اداره دشمن، محلات تجمع دشمن، محلات پروپاگاندی دشمن، فابریکه های مانسازی دشمن و راهای عبور و مرور از این معطوف ساختیم. زیر اداره در آوردن مناطقی که در حال حاضر در حاکمیت هراس افغانان است بخشی از عملیات این نظامیان را تشکیل می‌دهد. ولسوالی دهانی غوری بغلان، ولسوالی خاک افغان در ولایت زابل، ولسوالی های مثل نوزاد، موساقله و دیشوی ولایت هلمند،
اینها در پلان ما هستند که باید در آینده تحت حاکمیت قانون بیایند. زمستان زمان مناسبی برای نیروهای مسلح کشور از بهر برچیدن لانه های طالبان و گروه های حراس افغان دیگر دانسته می شود. اما انتقادهای این است که ضعف رهبری و نبود هماهنگی میان این نظامیان آنان را با چالش جدی در عملیات ها روبرو خواهد کرد. بعد از تصفیه، بعد از اینکه دولت دشمن شکست می خوره، مزمحل می شه، فرار می کنه، باید از قبل دولت برنامه ریزی داشته باشه، خاصتا نیازهای امنیتی که در اونجا عاجل پلیس جا بجا شوه، امنیت ملی جا بجا شوه، مدیریت مالیه جا بجا شوه. بست های نیروهای امنیتی یا تشکیل نیروهای امنیتی به سمت قوم، زبان، سیاسی شدن اینا تقسیم میشه و او آسیب پذیری بسیار زیاد دارد. تقسیم پست های نهادهای امنیتی میان مقام های دولتی و تنظیم ها نیز موضوعی دانسته می شود که نیروهای مسلح کشور نتوانند یک منطقه را حفظ کنند. پست های دولتی نظامی و فرمایش است، از طرف کسان دیگری هستند. اگر قماندان از یک چیز است، معاونش از کسی دیگر است، رئیس اشکانش از کسی دیگر است. سه فصل سال روان مانند سال پسین روزهای ناآرام در کشور بود. نبردها در بیشترین بخشهای کشور گسترش یافت و اکنون به نظر می رسد که زمستان امسال هم این ناآرامی ها پایان نخواهد یافت. داعش در تلاش دستیابی به لانه های امن در ولایت نورستان است. برخی از اعضای مجلس نمایندگان و آگاهان با این مطلب از رهبران حکومت میخواهند اختلاف های سیاسیشان را کنار گذاشته و برای سرکوب داعش در شرق کشور اقدام جدی نمایند. در همین حال والی نورستان از آمادگی ها برای جلوگیری از ورود داعشیان در این ولایت خبر میدهد. نصرت الله نبی‌زاده گزارش میدهد. مقام های ارشد و حکومت وحدت ملی بارها از حضور گسترده داعش در کشور ابراز نگرانی کردند. اکنون گفته می شود که گروه داعش پس از سرکوب در ولایت ننگرهار به ولایت نورستان فرار کرده است. اما والی نورستان از آمادگی ها برای جلوگیری از ورود گروه داعش در آن ولایت خبر می دهد. مردم نورستان و نیروهای امنیتی نورستان کاملا آمادگی دارند که اونا را هر جایی که پیدا شدن سرکوب. سوی هم وزیر خارجه کشور در نشست وزیران خارجه ناتو از کشورهای منطقه خواسته است که به جای پشتیبانی از گروه داعش برای سرکوب آن دست به کار شوند. داعش در افغانستان پدیده جدید است. بدون تردید ما گواه حضور این گروه در کشور به ویژه در ننگرهار هستیم. اما از اثر عملیات نیروهای امنیتی ما و جامعه جهانی بیشتر فرماندهان این گروه زمینگیر شدند. آرزو داریم که کشورهای منطقه به جای پشتیبانی از این گروه ها برای نابودیشان دست به کار شوند. با این حال برخی از اعضای مجلس نمایندگان می گویند هر نوع سهل‌انگاری در سرکوب داعش زمینه بیشتر برای فعالیت این گروه را فراهم می سازد. سهلنگاری های حکومت همیشه مردم را قربانی کرده. شما توجه دارین که همیشه وقتی داعش در زابل در جای کشور مشکلات را به وجود آوردن، فریاد مردم بلند شد، اما حکومت گفت ما در افغانستان پروژه یا مخالف به نام داعش نداریم. اما برخی از آگاهان نظامی دامنه گسترش فعالیت این گروه را ناشی از نداشتن اراده جدی و حکومت و همکارانش در از بین بردن حراس افغانان می دانند. تا که ملت ما به خواب غفلت خواب باشند و حکومت ما در مابین خود زده خورد یاد داشته باشند به پس مسائل که افغانستان به یک مشکل مواجه می سازد متوجه از اون مسائل نشه، یه سلسله ادامه پیدا میکنه. گفتنی است در هفته گذشته ولسوالی پچیر آگام ننگرهار که از 1.5 ماه به این سو گروه داعش در آن فعالیت داشت، از سوی نیروهای امنیتی کشور پاکسازی شد. اکنون باورها بر این است که داعشیان به ولایت نورستان فرار کردند. آسیب دیدگان رویداد انتحاری بر کنسولگری جرمنی در مزار شریف تا اکنون هیچ گونه کمک دریافت نکردند. اعضای شورای ولایتی بلخ می‌افزایند حکومت در بررسی و کمک به خانواده‌های آسیب دیده کم توجهی کرده و در صورتی که به این مسئله توجه جدی نشود، این رویداد برای آسیب دیده‌ها پیامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت. جزئیات بیشتر در گزارش طاهر سدید از مزار شریف. از حمله انتحاری در برابر کنسولگری جرمنی نزدیک به یک ماه می‌گذرد، اما حکومت تا اکنون
کمک چندانی برای روشن شدن این رویداد و همچنان کمک به آسیب دیدگان آن انجام نداده است. رئیس شورای ولایتی بلخ هرچند آسیب دیدگان این حمله را به بیش از 2300 تن تخمین میزند، اما تاکید دارد که هنوز هیچ پیشرفتی برای روشن شدن این رویداد و کمک به آسیب دیدگان صورت نگرفته است. حدودا 2300 خانواده در این حادثه میگن متضرر شدند در این حادثه اخیر، اما با تاسف باید بگویم که با وجودی که ما این را هم با رئیس جمهور گفتیم تا هنوز هیچ گونه کمک صورت نگرفت. با این حال سخنگوی سرپرست ولایت بلخ زیان‌های وارد شده ناشی از این رویداد انتحاری را به بیش از 2 میلیارد افغانی تخمین زده و از فرستادن گزارش نهایی به کاخ ریاست جمهوری و نهادهای مسئول خبر می‌دهد. باید برای مردم که توانایی اقتصادیشان به صفر تقرب کرده و اصلا وجود ندارند توانایی احیای مجدد منزلشان و یا هم ساحه مسکونیشان بر از اینا یک کمک فوری و عاجل شود. در حمله انتحاری در برابر کنسولگری جرمنی در مزار شریف 6 تن جان باختند و نزدیک به 30 تن دیگر زخمی شدند. افزون بر آن ده ها ساختمان و خانه های مسکونی در اطراف این کنسولگری نیز تخریب شدند. 6 مکتب در ولایت تخار از هزینه والی و مردم این ولایت ساخته شده است. رئیس معارف تخار میگوید این مکتب ها در سال روان ساخته شده است. نبود ساختمان مکتب ها در ولایت های کشور از چالش هایی است که سبب می شود کودکان از آموزش و پرورش دور بمانند. اما در تخار مردم و مقام های محلی این ولایت از هزینه شخصیشان و به همکاری بازرگانان دست به ساخت و ساز چندین مکتب زدند. 6 مکتب از یانه مردم و کمک هایی که جناب والی صاحب در نظر داشتن و کردند و به ابتکاری از زواب این مکاتب ساخته شده. رئیس و معاون شورای ولایتی تخار از همکاری های مردم، والی تخار و بازرگانان ابراز خرسندی کرده و خواهان سهمگیری بیشتر آنان در ساخت و ساز ساختمان مکتب ها شده اند. ولسوالی نمکا یک ولسوالی بسیار دور افتاده است که بیخی از نظر حکومت ما و خصوصا حکومت محلی ما دور افتاده بود. اما این آدم در اونجا در وقت بسیار کم 4 مکتب اعمار کرد. با ایواز سخنرانی ها و که وقت زایی شود دست به کارهای عملی زد و مردم را جمع کرد و بر مردم وانمود ساخت که ما در پای کار هستم و می خواهم معارف خوب داشته باشه. دانش آموزان و آموزگاران که پیش از این در فضای باز مصروف آموزش بودند نیز این کار را ستودند. از والی صاحب محترم بسیار زیاد تشکری میکنیم که امروز برای ما مکتب ساخته که دارای 6 اتاق است. در گذشته در جایی که درس می‌خوندیم در آفتاب سرگرم بودیم، یک جایی بسیار ناامن بود، یک پاتوش نبود. اینا مکتبی را برای ما جور کردن، ما از پیششان بسیار خوش و خوشحال و خوشبخت است. در حال حاضر در ولایت تخار 3,604,000 تن دانش آموز مصروف فراگیری آموزش هستند. خبرهای جهان هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتون می‌شود. با ادامه خبرها خوش آمدید. پارلمان کره جنوبی امروز طرح استحضاء پارگونهی رئی جمهوری این کشور را تصویب کرد و رأی به عدم کفایت او داد. به این ترتیب رئی جمهوری کره جنوبی از مقام خود تعلیق و اختیارات او به نخست وزیر این کشور تفویض شد. بانو پارک از سوی مخالفان دولت به تخلف از قانون اساسی، فساد مالی و سوء استفاده از قدرت متهم شده است. با این حال این طرح باید به تایید دادگاه عالی این کشور نیز برسد. یک مقام ارتش آمریکا گفته است که از زمان آغاز عملیات ائتلاف ضد داعش در عراق و سوریه تا اکنون دست کم 50,000 پیکارجوی این گروه کشته شده است. بی بی سی به نقل از این مقام ارتش آمریکا گزارش داده است که این رقم تخمینی است و آنان در عملیات های هوایی ائتلاف ضد داعش کشته شدند. با این حال او هشدار داده است که گروه داعش توانایی تجدید قوای خود را دارد. و مقام های بهداشتی آمریکا نسبت به افزایش استفاده نوجوانان از سیگارهای الکترونیکی هشدار دادند. این مقام ها گفتند سیگارهای الکترونیکی اعتیاد به نیکوتین و گرایش نوجوانان به استعمال دخانیات را افزایش می دهد
برمیاد گزارش ها استفاده از سیگارهای الکترونیکی میان نوجوانان امریکا از سال 2011 به این سو 9 برابر افزایش یافته است. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد. باز هم خوش آمدید. سپرده های بانکی در حال افزایش است. مسئولان بانک های خصوصی میگویند در 15 بانک خصوصی کشور 213 میلیارد افغانی در گردش است و بر بنیاد بررسی های انجام شده این رقم در هر 4 ماه افزایش می‌یابد. از سوی هم مسئولان بانک مرکزی از بهبود خدمات بانکی در کشور سخن میزنند. 15 بانک خصوصی با داشتن 413 شاخه در سراسر کشور فعالیت دارند. در این بانک ها 213 میلیارد افغانی در گردش است. در همین حال میزان گردش پول در بانک های دولتی مشخص نیست، اما مسئولان بانک مرکزی پشتوانه مالی کشور را بیش از 7 میلیارد دلار بیان می کنند. مسئولان بخش خصوصی می گویند با ارائه خدمات بانکی فوری به وسیله تلفن همراه و پرداخت پول به مشتریان به گونه شفاف و در زمان کم توانستند سپرده های مردم را به بانک ها افزایش دهند. فعلا بسیار اعتماد خوب در مارکت در بین مردم پیدا شده. روز به روز مشتریای بانک ها که از بیشتر شده میره. نظارت بانک مرکزی همکاری بسیار خوب داره با اتحادیه بانک های افغانستان. از سوی هم مسئولان بانک مرکزی میگویند خدمات بانک ها در حال معیاری شدن است و اکنون هر شهروند که در یکی از بانک ها حساب باز کند تشویق خواهد شد که تمام پولهای راکدش را در بانک ها بریزد. پول نقد بگیرد یک بانک دیگه ببره، اگر از او بانک کدام بانک گارانتی داره، اگر امرای او بانک کدام معامله داره، حالی معامله از بین میره، چون چک استاندارد یا معیاری شده. امو چکی که این بانک این مشتری حساب ده او بانک داره، وی میتونه چک ده هر بانک پرزنت کنه. این در حالی است که برخی از شهروندان کشور و سرمایه گذاران از نبود قرضه های کوچک و بزرگ با تیکتانه مناسب شکایت دارند. و اگر از بحر ایجاد سردخانه ها در کشور سرمایه گذاری شود، افغانستان دیگر نیازی به واردات میوه های تازه از کشورهای همسایه نخواهد داشت. شماره از بازرگانان میگویند هرچند تولیدات میوه در کشور افزایش یافته است، اما نبود سردخانه ها سبب می شود تا میوه ها در فصل برداشت و به های ارزان به بیرون از کشور صادر شود و در فصل سرما دوباره میوه های خارجی وارد کشور شود. در فصل خزان تنها انار با کیفیت و سیب نچندان خوب داخلی در بازارهای کشور پیدا می شود و دیگر میوه های مورد نیاز از کشورهای همسایه وارد افغانستان می شود. شماره از بازرگانان دلیل بنیادی نبود میوه های با کیفیت و متنوع داخلی را کمبود سردخانه های معیاری در کشور می دانند. به گفته آنان اکنون مجبورند میوه های خام و بی کیفیت کشورهای همسایه را وارد کشور نمایند. به اساس نبود سردخانه ما میوه خود در فصلش در وقت و زمانش یا در بازار کابل به فروش می رسانیم یا خارج صادر می کنیم. اگر ما سردخانه معیاری خوب داشته باشیم می توانیم که میوه خود نگهداری بکنیم، در وقتی که بازار خوب باشه به فروش برسانیم. شماره از بازرگانان دیگر می گویند فرآورده های کشاورزی و میوه های تازه به گونه چشمگیر افزایش یافته است، اما از فروش آن با بهای پایین به بازار کشورهای همسایه شکایت دارند. ما خود بالا تقاضا کردیم که یک هیئت رهبری وزارت تجارت باید با ما به خاطر بازاریابی به تمام جهان به خصوص به اروپا، به امریکا، به عربستان سفر بکنن، بازار پیدا بکنن. میوه این سیب سیب ایرانی است. او از انار قندار است. دوم سیبم سیب ایرانی است، تملک وطنی است. تگاو. فعلا دنگور شمالی خلاص است. دنگوران که ببین دنگور ایران است. دیگه سیب برزیل است، مالتا، سنگتر است، انگور ایرانی است. دیگر کیوی این چیزا کس خارجی است. این در حالی است که مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگویند اگر بخش خصوصی در زمینه ایجاد سردخانه ها سهم فعال نگیرند، این نهاد به تنهایی نمیتواند فرده های مورد نیاز مردم را در جریان سال نگهداری نماید. و حال هم توجه نمایید به نرخ اسعار در بازارهای کشور.
این هم چند خبر از جهان ورزش. تیم ملی کرکت 19 سال کشور در دیدار دوستانه مقابل تیم آکادمی دهلی هرینا پیروز شد. ملی پوشان 19 سال کرکت کشور که در اردوی آمادگی قبل از حضور در رقابت‌های آسیایی در هند به سر می‌برند، با اختلاف 39 دوش تیم آکادمی دهلی هرینا را شکست دادند. بازی را ابتدا افغانستان آغاز کرد و 186 دوش را برای حریف هدف تعیین کرد. در این دیدار شمس با 39 دوش بیشترین امتیاز را برای کشور به دست آورد. تیم دهلی هرینا نیز در 147 دوش تمام بازیکنان خود را از دست داد و نتوانست به هدف تعیین شده برسد. و لیونل مسی ستاره آرژانتینی بارسلونا بهترین بازیکن مرحله گروهی لیگ قهرمان اروپا شناخته شد. مسی با به ثمر رساندن 10 گل در مرحله گروهی لیگ قهرمان اروپا بهترین بازیکن این مرحله لقب گرفت. در همین حال رکورد بیشترین گل زده در مرحله گروهی این لیگ متعلق به کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی ریال مادرید است. و این هم وضعیت هوای فردا کابل و چند شهر دیگر کشور. این بود خبرهای این ساعت. تقدیمتان شد. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. تا برنامه خود خدا نگهدار.